عکاس نجومی و آسمان شب، مجری تایم لپس های نجومی و طبیعت ایران که در صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران پخش شده، مدرس دانشگاه آیت الله آمادی و برگزار کننده کارگاه های مختلف عکاسی. فکر میکنم این دانشمند مازندرانی شایسته تشویق های گرم شما باشه. همراهشون رو خواهیم کنم. اول میخواییم از یک مفهوم شروع کنیم، از یک معنی که شاید واژه گمی باشه واسه همه. متاسفانه نمیشه شروع کنیم چیز این تصاویری که پشت صحنه میبینید، تصاویری که تایم لپس هایی که خود آقای اکبری زحمت رو کشیدن، تصاویری که گرفتن و تحضیر تصاویری که میبینید، تایم لپس یعنی عکاسی مرور زمان، یعنی اینکه شما شاید من قبل از این که اصلا وارد حرفه عکاسی بشم تصور میکردم که چه این تصاویری که میدیدم احساس میکردم که اینا فیلم هایی هستن که گرفته شده و رو دور تند نمایش داده میشه، در صورتی که اینا در حقیقت عکس های پشت سر همی هست که تهیه میشه از آسمان، حالا از هر چیزی، معمولا حرکت ابرها، باز شدن گل و اینا تایم لحظه ابتدایی هست تا به تایم لحظه نجومی که مشاهده میکنید میرسه، در نهایتش به چنین چیزی میرسه. عکاسی نجومی یک سری استپ‌ها، یک سری مراحلی داره برای انجامش که در اول ابتدا قبل از اینکه اصلا شما دوربین به دست بگیرید باید دانش نجومی کافی و بالایی داشته باشید، مثل نقشه آسمان، دونستن نقشه آسمان، اینکه بدونید در آسمان چه می‌گذره، من با دوربینم دارم کجا میرم و تو آسمون چه خبره، بخوام از چه چیزی عکس بگیرم. متاسفانه خیلی از دوستان این رو عجله میکنن و در همون ابتدایی که دوربین میخرن سعی میکنن که عکسایی از کهکشان و ستاره ها بگیرن و شما موفق نمیشن، قاعدتا یکم میخوره تو ذوقشون و کلا این رشته عکاسی رو بیخیالشن. در صورتی که یه سری مراحلی داره که اگه شما اونا رو کامل انجام بدید و کمی صبر حوصله داشته باشید
و البته یک مادری که از شما میخوام مادرمو تشویق کنید چون واقعا من کسی که حمایت مالی کنه چون که لوازم عکاسی بسیار عکاسی نجومی بسیار گرون هست، دوربین ها و لنز هایی که استفاده میکنیم دوربین هایی هستش که در قطع فول فریم و قیمتشون بسیار بالاست و خب یه حامی هم میخواد که در حال میخواد حامی تونه پدر یا مادر باشه یا این که هر کسی دیگه که بخواد از هنر شما حمایت کنه. از پرهام جان میخوام که ویدیو بعدی رو پیدا کنیم. یه تایم لپس اول میبینیم، من تایم لپس نتونستم زیاد در حالش توضیح بدم، اول یه تایم لپس ببینیم. شروع کردم و متاسفانه عکاسی نجومی در ایران یه مقدار عکاسی نجومی خیلی مظلوم واقع میشن به خاطر اینکه نیازمندی اینه که تنها باشی در شب یه جایی که دور از آلودگی نوری باشه، با
قاعدتا جایی که دور از آلودگی نوری باشه